آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را. درود بر شما هموطنان خوب و نازنینم. بسیار خرسندم که بار دیگر هزاره شعر مجال شایسته‌ای شد برای اینکه درباره شعر فارسی و زیبایی‌ها و حالات خوشی که در این شعر هست و معرفت‌ها و اندیشه‌هاش در چند نوبت با حضور مهمانان گرامی صحبت کنیم. ابتدای کلام را اجازه بدید سراغ شاعری برم که برای مردم روزگار ما شاعر آشنایی است. محمد حسن رهی معیری که به رهی معیری میشناسیمش، از قدمایی های شعر معاصره، یعنی از کسانی که به مقیاس و معیار شعر قدیم فارسی شعر میگه اما در روزگار ما زندگی کرده و معاصر هست. از بهترین شاعران سنتگرای معاصر. در غزل به خصوص رهی معیری جاودانه هایی داره و البته اهل موسیقی و کسانی که موسیقی ایرانی رو جدی دنبال میکنن میدونن که تصنیف ساز فوق‌العاده ای هم هست که شاید در مجالی در محضر عبدالجبار کاکایی که در باره ترانه صحبت میکنیم از رهی معیری در تصنیف و ترانه سخن بگیم. غزلی از رهی انتخاب کردم که از غزلهای مشهورش اتفاقا. مشهور بودن به این معنی که هر بار میخونیم لذت میبریم. یک نکته‌ای در این غزل هست که میخوام توجه شما رو به اون جلب کنم. یکی از فنون و زیرکی های زبان فارسی و شعر فارسی است به نام لف و نشر، یعنی اگر چهار تا کلمن که دوتا دوتا به هم ربط دارن اینها رو جدا میکنه، دوتای شماره یک رو جدا میاره، بعد کلمه های وابسته شو جدا کنار هم میاره که میگه ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم تو عشق مرا مانی. در واقع میخواسته بگه ای شاعر افلاکی در مستی من چشم تو را مانم، در پاکی تو عشق مرا مانی. اینا رو تجزیه کرده جدا جدا آورده. غزل فوق‌العاده زیبایی است که در آغاز هزاره شعر این نوبت این غزل رو براتون میخونم. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی. خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی. ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم تو اشک مرا مانی. در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی. من زمزمه عودم تو زمزمه پردازی، من سلسله موجم تو سلسله جنبانی. از آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی. دل با من و جان بی تو نسپاری و بسپارم، کام از تو و تاب از من نستانم و بستانی. ای چشم رهی سویت، کو چشم رهی جویت، روی از من سرگردان شاید که نگردانی. بار دیگر نوبت حافظ خوانی شد. در محضر خانم دکتر لیلا کردبچه عزیز هستیم. مثل هر برنامه‌ای که حافظ می‌خوانیم و درباره ظرافت‌ها و ظرفیت‌های شعر حافظ با هم صحبت می‌کنیم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام و درود. خوشحالم که یک بار دیگه سعادت حافظ خوانی نصیبمون شد. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. خب غزل انتخابی این نوبت رو بفرمایید که بشنویم غزل رو با خوانش شما. غزل عاشقانه. این دفعه غزل عاشقانه بخونیم. و خب عاشقانه حافظ هم که بی تردید جز بهترین های عاشقانه است در ادبیات فارسی. بله. مجمع خوبی و لطف است
عذار چو مهش، لیکنش مهر و وفا نیست، خدایا بدهش. دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش. من همان به که از او نیک نگه دارم دل، که بد و نیک ندیدست و ندارد نگهش. بوی شیر از لب همچون شکرش می آید، گرچه خون می چکد از شیوه چشم سیهش. 14 ساله بتی چابک شیرین دارم، که به جان حلقه به گوش است مه 14ش. از پی آن گل نورسته دل ما یارب، خود کجا شد که ندیدیم در این چند گهش. یار دلدار من ار قلب به دینسان شکند، ببرد زود به جانداری خود پادشهش. جان به شکرانه کنم صرف گران دانه در، صدف سینه حافظ بود آرامگهش. به به، بسیار عالی. خب همونجور که فرمودید عاشقانه، اون هم به زبان حافظ، ضمن آنکه زیرکی های زبانی حافظ همچنان سر جاش هست و تناسب های شگفت انگیز، بسیار لذت داد. خب نقطه تمرکز شما کجاست خانم دکتر؟ به لحاظ مضمونی من توی عاشقانه هایی که مرسوم هست، اون نوع نگاهی که در غزل های عاشقانه مرسوم هست، این غزل از این حیث برای من جالب بود که مخاطب حافظ در این شعر یار ناموافقه و شاعر داره تلویحاً ازش گله میکنه، ولی هی اشاره میکنه که کم سن و ساله، کم سن و ساله، بچه است، هنوز کوچیکه، 14 سالشه. خودش هی داره توجیه میکنه. بله. ناموافقه اما بد و نیک ندیده هنوز، ناموافقه اما 14 سالشه، ناموافقه اما بچه است هنوز. بوی شیر از دهنش میاد. دقیقاً هی داره توجیه میکنه و یه جور تلطیف میکنه این ناموافق بودن معشوق رو. از این حیث به نظرم این نوع نگاه در غزل عاشقانه ما قابل توجهه. بله همینطوره. خب از بیت اول یکی دو نکته بفهمیم. تناسب های همیشگی شعر حافظ، مه اون وقت مهر یه هم تناسب داره که مهر و وفا، مهر به معنی محبت، اما از جهت دیگر مهر خورشید است و با ماه میتونه تناسب داشته باشه. دقیقاً همینطوره. تناسب هایی که در بیت دوم وجود داره فکر میکنم چون یه تناسب های پنهانی هم بله. هست، بد نیست یه اشاره بهش بکنیم. خب کلمه شاهد که میدونیم، در واقع اگر بخوایم این رو تعریف کنیم، این کلمه رو میتونیم بگیم مثلا گواهی دهنده شگفتکاری خالق در خلق زیبایی، یک همچین چیزی. ولی خب میگم گواهی دهنده بودن درش وجود داره. یه نکته دیگه من اشاره کنم، در تمام نسخه ها یکی از نسخه ها هست که به بازی روزی رو آورده به بازی بازی. آها. که دقیقاً کار نسخه نویسه، کار حافظ قطعاً نمیتونه باشه، ولی میخوام بگم اون هم خوش سلیقگی کرده. یعنی اگر این رو به این صورت بخونیم، دلبرم شاهد و طفل است و به بازی بازی بکشد زارم و در شر نباشد گناهش، سلیقش بد نبوده. ولی خب دریافتی داشته از شعر حافظ و خواسته به زن خودش مناسب در بکنه. ولی خب قطعاً این انتخاب حافظ نبوده. یه نکته‌ای که در این بیت وجود داره اینه که حافظ اومده از کلمه طفل استفاده کرده. در شرع طفل تکلیفی برش نیست و گناهی متوجهش نمیشه و مثلا یه کلمه هست به اسم عاقله، کسی که جرمش رو، اون تاوانش رو بر عهده میگیره و اینها. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که طفل گواهی دادنش، شهادت دادنش هم محلی از اعراب نداره، ولی شاه حافظ اومده طفل و شاهد رو کنار هم گذاشته و یه تضاد پنهانی در این بیت ایجاد کرده که به نظرم خیلی جالبه. به اضافه اینکه شعر معنی عمومی هم داره، مثل همون که در شعر سعدی هم هست، دعوی و شاه را شعر نخواهد بیان. معنی عمومیش قانونه، یعنی حتما شعر شریعت
مورد نظر نیست، ممکنه قانون باشه و در قانون هم طفل جرمی بهش محسوب نمیشه. نمیگیره گواهی دهنده هم نمیتونه باشه، ولی اینجا میگه شاهد. کلمه شاهد حالا به معنی زیبارو در شعر فارسی اینجا به کار رفته، ولی در معنی شهادت دهنده با شرع و گناه میتونه تناسب داشته باشه. تناسب پنهانی داره حتما. و دیگه از بیت‌های خیلی جالب این غزل بوی شیر از لب همچون شکرش می‌آیده. خب ما می‌دونیم که شاعر وقتی میگه لب همچون شکرش، وجه شبه آشکاری که به ذهن همه میرسه شیرین بودنه دیگه، شیرین بودن شکری که به لب هم نسبت داده شده. ولی با توجه به این که یکی از انواع شکر رنگ قرمز داشته، ما می‌بینیم که این وجه شبه دوگانه بوده، سرخی لب هم مورد نظر و شاعر برای برقراری این تشبیه به یک وجه، به یک وجه شبه بسنده نکرده، اومده وچه شبه های دیگه هم دخیل کرده در این ماجرا. اون که تصویر خون چکیدن از چشم، خون شرارت و اون بیرحمی، خون چکیدن از دندان و لب رو هم تداعی میکنه که سرخی لب رو اینجا بیشتر میبینیم. و باز مثلا این قسمتی که میگه بوی شیر از لب همچون شکرش میآید، اقراقیه در این که خیلی خردساله. قبلا گفته او طفل، این دفعه این توصیف رو میکنه و در بیت بعد میگه 14 ساله. مخصوصا بیت قبلش که میگه که بد و نیک ندیده است و ندارد نگهش، اینجا وقتی میگه بوی شیر از لب همچون شکرش میآید، داره میگه قدرت تشخیص نداره هنوز. بعد ندارد نگهش هم دو پهلوه دیگه، هم بد و نیک و نگه نمیداره، هم رعایت نمیکنه، هم دل من رو نگه نمیداره. و بیت ما قبل آخر هم بیت قابل توجهیه. یار دلدار من ار قلب به دین سان شکند، ببرد زود به جانداری خود پادشهش. ما چیزی که در ظاهر میبینیم شکستن قلبه، ولی کلمات دیگه که متناسب شدند با این کلمه قلب در این بیت، اون ماجرای حمله کردن به لشکر رو، قلب سپاه رو، اینا همه رو تداعی میکنه. و کلمه جاندار همینجا قابل توجهه، نگهبان جان پادشاه مثلا. ما همچین کلمه رو در زبان فارسی داشتیم و امروز اومدیم جاش اسکورت و بادیگارد و محافظ که عربی هست رو اومدیم و وارد زبان کردیم، در حالی که جاندار محافظ جان. بله خب بعد اون وقت بعضی شناسیمون رو عوض بریم، جانداران و مثلا اون وقت یک کلمه برای اون پیدا کنیم، تغییر تداخل معنایی است. ولی خیلی ظریفه، قلب شکستن که دل شکستن هست که یار انجام میده، از طرف دیگر شکستن قلب به همون قلب سپاه مربوطه که مرکز سپاه که حالا فرمانده سپاه در اونجا قرار میگرفت، جناحین داشتن و اینها، اون فرم جنگ رو نشون میده که جالب اینجا قلب شکستن شجاعت او و حمله ور بودنش تهاجم میشه. بسیار عالی. باز در بیت آخرم کلمه دانه دور، همون دوردانه است که باز بچه بودن معشوق رو هی داره نشون میده. دقیقاً همونطور که دور در داخل صدف هست و جا گرفتن کسی در دل کسی، یعنی عاشق شدن یا عشق ورزیدن هم در این بیان شده است. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما که در این فرصت کوتاه به نکات جذابی اشاره کردید. خانم دکتر کردبچه عزیز رو بار دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم و با شما همچنان همراه خواهیم بود. لب دریا برویم، تور در آب بیندازیم و بگیریم تراوت را از آب، ریگی از روی زمین برداریم، وزن بودن را احساس کنیم. بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم، دیدم گاهی در تب ماه میآید پایین، میرسد دست به سقف ملکوت، دیدم سهره بهتر میخواند. گاه زخمی که به پا داشتم زیر و بمهای زمین را به من آموخته است، گاه در بستر بیماری من حجم گل چند برابر شده است و فزونتر شده است قطر نارنج، شعاع فانوس. من نترسیم از مرگ، مرگ پا
پایان کبوتر نیست، مرگ وارونه یک زنجره نیست، مرگ در ذهن عقاقی جاری است، مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد، مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میگوید، مرگ با خوشه انگور میآید به دهان، مرگ در حنجره سرخ گلو میخواند، مرگ مسعود قشنگی پر شاپرک است، مرگ گاهی ریحان میچیند، گاه در سایه نشسته است و به ما مینگرد و همه میدانیم ریه های لذت پر اکسیژن مرگ است. در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پشت چپرهای صدا میشنویم، پرده را برداریم، بگذاریم که احساس هوایی بخورد، بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که میخواهد بیتوته کند، بگذاریم غریزه پی بازی برود که کفش‌ها را بکند و به دنبال فصول از سر گلها بپرد، بگذاریم که تنهایی آواز بخواند، چیز بنویسد، به خیابان برود. ساده باشیم، ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانایی اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم، صبح وقتی خورشید در می آید متولد بشویم، هیجان‌ها را پرواز دهیم، روی ادراک فضا رنگ صدا پنجره گلنم بزنیم، آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی، ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم، بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم، نام را باز ستانیم از ابر، از چنار، از پشه، از تابستان، روی پای تر باران به بلندی محبت برویم، در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. با اکبر اکسیر عزیز که در این نوبت ها صحبت کرده ایم بارها به طنز فرانو اشاره شده. فکر کنم لازمه که در این نوبت که خدمت ایشون هستیم درباره طنز فرانو و ویژگی هاش صحبت کنیم، چون که اکبر اکسیر با این نام شناخته میشه و خب یک ارجاع هست همیشه هر وقت که با ایشون بحث میکنیم. ابتدا من سلام علیک کنم با ایشون. درود بر شما جناب اکسیر عزیز، خوش اومدید. سلامت باشی. من شرمنده این همه مهربانی هستم و واقعا میگم از آسترا در این گرما با این فشار با این میگم مصیبت من وارد تهران شدم، چون من تا در عمر فقط دو بار به تهران اومده بودم، یه بار موقعی که سرباز میرفتم، یه موقعی که مادرم مریض بود اومدم، بعدان دیدی در تهران هیچی ما ندید. اگر دو سه بارم که اومدم نصف شب اومدم نصف شب برگشتم، ولی محبت شما و نام نامی شعر در هزاره شعر من را کشید که دوستانی واقعا اهل دل دردمند و عاشق وطن داریم اینجا که اینها برای اطلاع فرهنگ ایران دارن زحمت میشن. من با جان و دل و با پای دل دویدم و اومدم تا در خدمتتون باشم. شما از کرج اومدید، من از آسترا و حاصل ضرب این شاید برای مخاطبین از ما شب خوبی را انشالله که همینطوره. بله، از حسن نظر شما خیلی سپاسگزارم. از طرف همه همکارانمون در هزاره شد که عاشقانه و بسیار پرتلاش تو این برنامه ظاهر میشن. خب عرض کردم اکبر اکسیر عزیز رو سوال هاست ما اشعارش و مجموع شعراش رو میخونیم و
با عنوان فرانو خیلی روبرو میشیم. درست. بسیاری با خوندن شعرهای شما شاید بتونن در ذهنشون یک تصوری از اینکه فرانو چیست به دست بیارن، اما خب برای جوانترها به خصوص که با این عنوان آشنا نبودند یا اگر آشنا بودند خیلی به سراغش نرفتند، خود اکبر اکسیر الان اینجاست و درباره فرانو برای ما صحبت میکنه. چه ویژگی هایی، اصلا چه شد که شما خودتون رو و سبک نوشته هاتون رو احساس کردید که ویژه است، جداست از طنزهای دیگری که تا امروز خلق شده؟ چی باعث میشه این جدا شدن و استقلال و هویت مستقل داشته باشه؟ دکتر جان، من از سال 47 دارم شعر میگم. من در 1347، بله 1347 در زبان نقد می‌نویسم، در زبان روزنامه‌نگاری و مطالب به روزنامه می‌دم و همه کار کردم و در زبان به گرافیک که حاصل آن دو طرح، یکی علوم پزشکی جیلانی که از منه، یکی هم سازمان خصوص سازی کشور و هزاران آرمی که در سطح شهرستان ها و استان ها در جریان است. شما تحصیلاتتون تو چی بوده؟ من لیسانس ادبیات فارسی رو از دانشگاه آزاد با هزار تقلب و بعدن بدبختی گرفتم، ولی اصل مدرک من فوق دیپلم علوم انسانیه که استادانتون مرحوم فرسپور ماتیان استاد ما بود. چقدر عالی. خب من بعد از این همه سال یک لحظه به خودم اندیشیدم، گفتم آقای اکسیر، هزار سال بعدم این شعرها را، این غزل را، این ربایی را، این دو بیتی را تکرار بکنی، سیاه لشکر دهه هزاره هستی، آخرین نفر این سیاه لشکرها، خواهش میکنم لودجی را، مسخره بازی را بذار کنار، شعر را تعطیل کن. همیشه به یاد شعرهایی بودم که ای کاش میشد شعرهایی را بگوییم که هر کس با خوندنش میگفت که فلان دوباره بخون. برای زدودن وزن و کافی از ذهن خیلی سخته یه غزل پرداز. من آخرین غزلم این بود: در باغ دلم تا گل زخم غم باقی است، در سینه غم انگیزترین هم همه باقی است، هر چند بریدند جلوی غزلم را و الاخر. دیدم خب اینم کشف قافی است. برای زدودن وزن و قافی از ذهنم من اومدم 10 سال مرخصی اجباری گرفتم. در طول این 10 سال شعر نگفتم، اما جریانات شعری دهه 70 را از سال 71 تا 81 رصد کردم. اون مرخصی رو از شعر مرخصی گرفتم. بله از شعر مرخصی گرفتم که دیگه غزل نجم، شعر نوی نیمایی نجم، شعر سپید شاملویی نجم و شعر های تکراری تو قالب‌های شناخته تو قالب‌های دیگر رو. خب این بهترین تأثیر را در من گذاشت. در عرض 10 سال من به شعر بی‌وزنی رسیدم و دیدم که هر چه دلم میخواد، یاد شعر مولوی افتادم، هر چه میخواهد دل تنجت بگو، هیچ ترتیبی و آدابی مجبور. من نه وزن، نه قافیه، نه ریتم، نه آهنگ، نه فلان، اومدم به هر چه. چون از قدیم خانواده ما، پدرم، پدر بزرگم، اینا به طنز شفاهی خیلی مشهور بودن، من از این طنز شفاهی بهره برداری کردم. بله بسیار عالی. گفتم در این شعر من به هیچ وزن از ضمیر دوم شخص حرف نمیزنم، من در این شعرها از از ذهنیات رویایی حرف نمیزنم، شعری را نمیگم که اونقدر پیچیده باشه که هیچ کس متوجه نشه. من میام به زبان آدمیزاد، به زبان ساده، همراه با یک قاشق طنز زیر پوستی، موضوعاتی که شب و روز در جلوی چشم مردمه اما مردم به اون توجه نمی کنن. اومده از سال 81 همینطور شعر به خاطر اون مراقبه بود که در 10 سال شعر اصلا مثل باران بهاری می ریخت. من هر شب یادداشت می کردم و دیدم اینا یه نوع شعریه که وقتی با اولین کتابم بفرمایید بنشینی صندلی عزیز این پخش شد،
توسط دوست بسیار عزیزم آقای ولیزاده، محمد ولیزاده. بله. این کتاب به چاپ سوم و بعد اینا مروارید گرفت به چاپ هفتم رسید. من اونجا تمام نقطه نظراتم را در مورد شعر فرانو اسمش هم همینطور گذاشتم و بعد گفتم همینطور شعر از آغاز رودکی تا هنوز در ادبیات ما بوده ولی مخفوله، کسی اینا تشخیص نداده بیاد بیر بیاد. خب فهرستوار چه مؤلفه هایی داره این شعر؟ کوتاهی، سادگی، طنز نهان، فینال غیر مترقبه و بعد گفتن از زندگی، از پدیده، از اشیا، از تمام اونهایی که محیط زیست اطراف ماست. عینیت. بله، اصلا عینی سرایی تمام شعرهای ما نگاه کنید یه چیز ذهنی توش نیست، یه ضمیر تو توش نیست. اینها نشون میده شاعر فقط در جیر جامعه خودش درد مردم رو من ترجمه میکنم به زبان لبخند، به زبان آدمیزاد، به زبان سادگی زندگی انسانهای بزرگ. و من وقتی که این را پخش کردم در اولین فرصت من استقبال خواننده ها را دیدم، در مجلات، روزنامه ها مطرح شد. این در واقع اول شما یه دوره بر سال 81 نوشتید و نوشتید و نوشتید، بعد با بازنگری به اینها به یک ایده رسیدید. بله، تا 81. این اول ایده نبود بعد نوشتن. نه نه نه، فقط من میخواستم اصلا وزن و همه را بذارم چه از سیاهی لشکری در بیام شعر دلخواه خودم را بکنم. نمونم بخونید برای اون دیگه. بله. این جلسه خیلی حرف تئوری زدیم. بذار از همون شعرهای کتاب اول بخونم. خیلی عالی. خیلی مهم. بعض موقع من خودم میرم دنبال این شعرها میبینم که اون موقع عجب در حافظه مخاطب شما هم شعرهای مجموعه اولتون خیلی خوب مونده. خیلی خوب مونده. مثلا اونجا میگم که صرفه‌جویی صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم، از شما چه پنهان، ما از درون زنگ زدیم. بله، بعضی از خونه ها و ادارات صفر رو میبستن که اصلا بعد در خونه دوستم دیده بودم گفتم چرا این کار رو میکنی؟ گفت مادرم با دخترش در آمریکا حرف نزنه، پول زیاد میاد برای ما. عجب. بخواد. بله، اون افسرده کرده بودن. اینه که من این شعر رو برای اون گفتم. از گردنه حیران که میگذرم مار میشوم، از اعتماد پونه که برمیگردم یونزه، اینجا که من ایستادم یک کاسه گل گاو زبان، یک مزرعه ترانه بلدرسین است. چه ارتفاعی عظیمی، زنبورها شیر میدهند، گاوها عسل. آقا آشت سرد نشه. این شعر برای فرانو گفتم این شعر را. برای فرانو. باسکولهای جهان دروغ میگویند، این شعر وزن ندارد، تن ماهی نمیخورد، این شعر تن 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 ادای نهنج در نمی آورد. ف ف فعلاتن ماهی جنوب، فعلاتن ماهی جنوب، فعلاتن ماهی جنوب. این یه آجهه بود اون زمان ها پخش میشد. این شعر وزن ندارد، فقط چاپ که شد وزن میشد. آفرین بر شما، سپاسگزارم. به فرصتمون به پایان رسیده، سیر نمیشیم که از صحبت کردن. فقط از شاعران جوان میخوام بدون هیچ داوری بیان کتابهای شعری که الان حتی روی جلد مینویسن مجموعه شعر فرانو در اصفهان در اومده، در کرمانشاه، در تهران، در همین صومعه سرای خودمون شاعران بسیار، در آستارا شاعران خیلی خوبی ما در همین زمینه داریم و اینها چقدر شعر رو هم برای آقای صابر کاکای گفتیم، آقای علیرضا لبش و تمام شاعران که نگاه میکنیم شعرهایی است که واقعا از صمیم دل سروده شده و سادگی آنها را به چند وجهی منظر کرده است. متشکرم. اکبر اکسیر عزیز رو به خدا میسپاریم و با شما ادامه میدیم هزاره شعر.
آن چیزی که به عنوان میز لذت شعر در تصور بنده و همکارانم در هزاره شعر بود، کم کم شکل نهایی خودشو پیدا کرد و گاهی مصداق منطبق بر رویاهای ما تو برنامه اتفاق بیفتد. یکی از اون دفعات که همه سرشار لذت شعر شدیم، حضور نخست اردشیر رستمی عزیز بود در دور این میز. امروز باز توفیق داریم و خیلی خیلی خوشحالیم که اردشیر رستمی، این آدم با سواد و با احساس، بار دیگر مهمان ماست و قراره با هم شعر بخونیم و تجربه کنیم دوباره لذت شعر رو. درود بر شما، خیلی خوش اومدید. سلام علیکم کاکا، ممنونم که من دعوت کردید. مرسی که هستین. سلام مردم عزیز، ببخشید قربونتون برم، در خدمتتون. سپاسگزارم که باز هستی و چقدر خوبه که ما هنوز فرقی به نام اردشیر رستمی تو جامعه ادبیمون داریم که بدون ادعا اما به شکلی کاملا محسوس با شعر ارتباط برقرار میکنه و این ارتباطشو به دیگران گسترش میده. این خیلی خوبه. وقتمون کمه، نوبت قبلی هم دل نمیکندیم از هم صحبتی با اردشیر جان، ولی خب شروع کنیم که من باور کنم دکتر سری قبل مرز کردم شما باید حرف بزنید. من جوشون من حرفامو زدم و زیاد حرف میزنیم. برنامه بخشای مختلفی داره. الان مختنمه که اردشیر عزیز و شعرهای انتخابیش و اینکه ببینیم حالش وقت خوندن شعر چیه. شاید یه جاهایی بفهمیم که چرا این حال به وجود میاد. قطعا بخش بزرگیش به شخص شما مربوطه و اتفاقاتی که در شما پیش میاد. بزرگواری من 90% حرفایی که میزنم مال دیگران، اینا رو یاد گرفتم ولی مال خودتون کردید، حال شماست دیگه. بله، یک شعر میخوام از خانم بزرگوارمون سرکار خانم فریده حسنزاده مصطفی بخونم. ایشون مترجم توانا و شاعر بزرگی هستن. یک شعر عاشقانه‌ای که در کشورهای خارج از ایران، یعنی کشورهای دیگه خیلی بیشتر این شعر خونده شده و دیده شده، برای همسرش رشید میگه. اسم برده از رشید؟ بله، برای رشید. اسم شعر برای رشید اصلا. برم همسرم یه وقت برای من بخونم. بله. خیلی زیباست. من تبریک میگم به خانم مصطفی عزیز و رشید عزیز، تبریک میگم و سلام عرض میکنم خدمتشون. میگه نه دریا دریا نامه های عاشقانت، در صندوق چه مخملی خاطرات، نه پاکت پاکت باغهای پرمیوه و بهشت آغوشت در غروبهای به خانه برگشتن، و نه حتی هدیه 18 عیار جشن سال روز ازدواجمان در جمع شاهدان عینی. تنها گواه قلب صادق و عاشق تو همین سطل پلاستیکی قرمز فرسوده سنگین از زباله هر روزه که هر شب هر چقدر هم خسته باشی پله پله 4 طبقه تمام پایین میبری، بی نیم نگاهی حتی به تعارف تکراری دستان خواب‌آلوده. چقدر ملموس، چقدر باور کردنی. ببینید چقدر عشق از کجاها میاد. مثلا اصلا یه چیزیه که آدم غافلگیر میشه با این نگاه عاشقانه. بله، خیلی از حرفا زده نشدن ولی ببینید اینا شعر رفتارن. هر شب بیا با پاهای درد کننده، با دستهای خسته از سر کار که میای، اینو خودت میبری میذاری، تو بچه داری، همسر داری، خودت این کارو داری میکنی. میگه اینا شعرن، من دارم تو رو مینویسم. وقتی خودمون شخص شعر اینجا، حتی اگه هیچ فکری نامه های عاشقانه فراوان باشه. بله، طلا بخری برای من نامه های عاشقانه بده. چون به اندازه این نشانه عشق نیست. بله. استاد کاکا، میخوام یک شعر بخونم، دو تا شعر بخونم از رونشار، شاعر بزرگ فرانسوی. بله. چقدر شعر میتونه بعضی وقتا مقدس باشه برای من. آ دکتر کاکا، از خوندن اینها میخوام بگم که ببینید معرفت و متافیزیک همه جای جهان پراکنده است. جهان را اینها نگه داشتن. در نوع بشر دیگه. بله، بشر یک بشر، ما بیشتر نوع بشر بیشتر نداریم. همه جا هست پراکنده، با رنگ‌های مختلف و اندیشه‌های مختلف. ترجمه حسین معصومی همدانی. ممنونم که مترجم رو هم می‌فرمایید. خواهش می‌کنم، نشر هرمس و ترجمه باشکوه زیبایی داره. من تبریک میگم به حسین معصومی عزیز. در سرزمین من نشانه‌های ترد بهار و پرندگان کوچک را به هدف‌های دوردست
ترجیح میدهند. حقیقت کنار شمعی چشم به راه سپید دم است. شیشه پنجره را نادیده میگیرند. هوشیار را چه باک، در سرزمین من از آدم به هیجان آمده پرسش نمی کنند. روی قایق واژگون شده بدخواهی سایه نمی اندازد. کسی بد کسی رو نمی خواهد. بله. سلام زورکی در سرزمین من ناشناخته است. تنها چیزی را قرض می گیرند که بتوانند بیشتر پس بدهند. روی درختان سرزمین من برگ هست، خیلی برگ هست، شاخه ها آزادند که بار ندهند. کسی به حسن نیت فاتح اعتقادی ندارد. بله. در سرزمین من مردم تشکر میکنند. ببین چقدر شعر باشکوه، چقدر انسانی. این سرزمین وجود نداره. بله، این آرمان شهرشه. بله، اوتوپیاشه. بله، این آرمان شهرشه. ولی آرمان شهر دستیافتنی قشنگیه. بله بله. اصلا آقای دکتر مرسی این حرفو باز کردید. شاعر زمانی وجود داره که نابوده رو بوده بکنه. بله. این جهانی که وجود داره به شاعر نیازی نداره. شاعر قراره عالم خودش رو وارد این جهان بکنه، به جهان جهانی اضافه کنه تا بشریت بتونه نفس بکشه در اون سرزمین و از تکرار تنفس‌های گذشته رها بشه، هوای تازه‌ای رو کشف کنه، لبخند تازه رو. بعد این آرمان شهر یا اوتوپیایی که تو این شعر میبینیم و در خیلی از شعرهای شاعران بزرگ هست، جدا از این جهان رویایی که طبیعتاً جهان قشنگیست که دلخواه بشره، ما میتونیم از دل این سطرها غمها و مشکلات فکری و کاستی های جهان واقعی شاعر رو هم دریابیم. بله بله. این که سلام زورکی نداره یعنی ما سلاممون واقعی نیست. محبت های نمایشی به هم دیگه داریم، چیزی رو بگیم که بتونیم بیشتر پس بدیم به مردم. یعنی این داره اتفاق میفته. بله. که ما که من میگم که اتفاق بیفته، وقتی من بیانش میکنم دوست دارم اینطوری بشه. آره. ولی اون چیزی که هست از نیست. دل اینها برداشت میشه. بله بله. ممکن بله. یک تصور دقیقی هم از جهان واقعی اطراف شاعر دریافت کنیم از این سطح. بله بله همین. گو این که این جهان آرمانی همونجه که عرض کردم خدمتتون قبل از این، خیلی جهان شگفتی هم نیست. نه، این توقعات و درخواستای شاعر از جهان خیلی بزرگ خیلی نیست. خیلی ساده بود داره. خیلی کوچیک بود و خیلی باشکوه. بله، و در این حال باشکوه. سلام زورکی ندیم به هم دیگه، چیزی بگیم که بیشتر بتونیم پس بریم. روی قایق واژگون شده کسی که شکست خورده ما دیگه نزنیم بیشتر اونا. روی قایق واژگون شده بدخواهی سایه نمی اندازد. از همه دردناکتر این که به فاتح حسن نیت فاتح اعتقادی نداشته باشیم. فکر نکنم من فقط درست فکر میکنم یا تو بهتری هستی. آره. اینطوری نیست. ریتسوس میگه قصد این نیست که من بر تو غلبه کنم یا تو بر من نیز. عزیز، اینجا هر کس بر خیشتن خیش غالب است. آفرین. یک شعر دیگه شما بخونید. خیلی خوبه. ببخشید. خیلی خوبه. از دل اینها بحث بیاد بیرون خیلی بهتره. خیلی خوب. خیلی مهم. وای 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 این شعر چقدر عجیب غریبه. همراه دختر مدرسه ای. این خیلی قابل لمسه و پدر نگران دخترشه. من خوب میدانم که راه ها تون تر از بچه مدرسه ای ها پیش میروند که به کیف هاشان چسبیده اند و در میان دودهای لزجی راه می سپرند که نفس پاییز را می برند. آن که دیدم لبخند می زد شما بودید؟ شما که هیچ با بندگان مهربان نیستید؟ دخترم، دخترم من می ترسم. پس هیچ پروا نکردید از آن ولگرد بیگانه که کلاه از سر برداشت تا راه خود را از شما بپرسد؟ انگار سراسیمه نشدید، دوتایی سر صحبت را باز کردید مثل شقایق و گندم. دخترم، دخترم من میترسم. گلی را که میان دندانها میفشرد میتواند بر زمین بیندازد. اگر بخواهد نام خود را بگوید و کشتی شکسته را به دست موجهایش بسپارد، آنگاه اعترافی نفرین زده که خواب شما را آشفته خواهد کرد. در میان نیزار خونش، دخترم من میترسم. وقتی آن مرد جوان دور شد، شب دیواری پیش روی شما کشید.
وقتی آن مرد جوان دور شد، قوز کرده، سر به زیر افکنده، دست خالی، شما زیر بیدها دلتنگ بودید. شمایی که هرگز چنین نبودید، زیبایتان را آیا به شما باز خواهد کردند؟ دخترم من میترسم. گلی که در دهان نگاه میداشت، میدانید پشتش چه پنهان بود؟ پدر دردی خالص در حلقه مگسا، من با ترحم خود پردهی بران کشیدم، اما در چشمانش نویدی بود که به من که من به خود دادم. من دیوانم، من تازم. پدر شمایید که عوض می شوید. هم خودش رو میگه، هم پاسخهای آینده رو میگه، پاسخهای اون رو هم میگه. شعر یک سویه نیست، شعری که مال اون یکی هم هست، از زبان اون هم میگه. یه اتفاق ساده معمول، آفرین. اما نگاه ملتهب یک آدم ویژه با احساسش، میترسم ها هم به معنی نگران هستم هاست. بله، من نگرانم دخترم. اون با شما رفتار بدی میکنه، شما نگران میشید، رفتید اینطوری شدی، چطوری یه لبخند به تو زده، بعد دیگه اون شادابی تو از دست دادی، غوز کردی که زیر سایه درخت قصه داری میخوری. اون وابستگی های عاطفی که به نشناخته ها پیدا میشه و نگرانی پدر هست. چقدر زیباستی نگرانی، این همه جای جهان هستی نگرانی. بله، نگرانی انسان. لورکان تو شعرش میگه، ولی دختری که توی شعر لورکا هست جواب بدجوری به استاد میده، میگه کدام دختر؟ معلم یا سر کلاس میخواد بگه من خیلی میفهمم، میخوره به یه دختری که اساسا دختر. میگه کدام این دختر هست که به باد شو میکنن؟ یکی بلند میشه، یکی میگه دختر تمامی هوس‌ها. آقا معلم میگه باد به او چشم روشنی چه میدهد؟ دسته ورقهای بازی و گرد بادهای طلایی را. اه؟ دوباره جواب دادیم دختر. دخترک به او چه میدهد؟ دلک بیشیر پیلش را. بعد معلم فهمید اه؟ این خود اصل است. میگه اسم دخترک چیست؟ میگه اسمش دیگه از اسرار آقا بفرشید. من اونها رو گفتم دیگه، اون بقیهش رو دوباره خود کشم تا دیگه من دیگه نمیتونم اینا رو بگم. آره، دیگه تازه اونجا اگر اسم بگه در واقع محدود میکنه یک حال عمومی بشر رو به یک فرد. بله. اونجا اسم نگی که نمیگه که تو یک جهان بی حد و حصری رو دریافت میکنی از ارتباط باد و دخترک. بله. و رازهایی که لازمه یک دختره و شکوهی که عظمتی که یک دختر داره و اونهاش. یک شعر ببخشید اینو بخونم من. اینو شعر معاصر برزیل ترجمه استاد قاسم صنعوی عزیز که 70 ساله داره ترجمه میکنه، 60 خورده ای ساله داره ترجمه میکنه. زنگ زدم ازشون تشکر کردم. این کتاب 60 سال پیش، 55 60 سال پیش چاپ شده. گفتم استاد شما این شعرها رو زندگی کردید. یکی از کارهای مستاد کاکبن اینه که وقتی یک چیزی رو یاد میگیریم از کسی، کپی رایت معنویش رو لاقل پرداخت کنیم، زنگ بزنیم لاقل معنویشو. بله، تشکر کردن عمر دنیا رو زیاد میکنه. بهشون بگی من دیدم شعر تو رو، من خوندم شعر تو رو، چقدر خوب بود. استاد قاسم صنعوی واقعا مترجم بزرگی هستن، واقعا مترجم بزرگی هستن. استاد کاکاوند، من یکی از بهترین لحظه های زندگیمو با این شعر تجربه کردم. از ریبه ایروکوتو هست، برزیلی هست. بله، ببین استاد صنعوی چقدر زحمت کشیده، اینو 60 سال پیش برش ترجمه کرده و من اومدم 40 سال بعد از ترجمه ایشون این کتابو مثلا پیدا کردم، خوندم. چقدر شعر زیباست. بله استاد کاکاوند عزیز، این شعر رو من خیلی دوست دارم، چون یکی از تصاویری که تو عمرم دیدم تو این شعر هست، در مورد مهاجرت. بله، مهاجران نقش بزرگی در آینده بشریت دارن، چون دردهای بشر رو هم میکنن، شادیهای بشر رو، اسطوره ها و سمبول ها و نماد ها و علایق و شادی های مختلف رو هم میکنن، و ما تا زمانی که اینها رو نبینیم به دموکراسی بزرگ نخواهیم رسید. دموکراسی زمانی به وجود خواهد اومد که ما همدیگر رو ببینیم، رنگ‌های مختلف، اندیشه‌های مختلف، زخم‌های مختلف آشنا بشیم و برای اینا پاسخی پیدا. چقدر نکته جذابیه. یک آدمی که مهاجرت می‌کنه جهان جدیدی رو تجربه می‌کنه و اون جهانی که برای او جدیده مهاجر رو تجربه می‌کنه. بله، این اتصال خاطره‌ها و اندیشه‌ها و احساسات و فوق‌العاده تجربه‌مون بگم عجیبیه. یکی از زیباترین صحنه‌هایی که من از خداوند شاکرم که این صحنه رو دیدم، دیدن مادر افغانی بود که دو تا بچه‌اشو داشت از مدرسه می آورد
و هر سه با هم لبخند میزدند. استاد کاکاوند، آدم در غربت به راحتی نمیتونه بخنده. وقتی اینا میخندیدن من گفتم خدایا ممنونم که این صحنه رو من دیدم، ممنونم که اینا در سرزمین من هستن، ممنونم که اینا میتونن لبخند بزنن. اینا گریختن از گلوله، از مرگ. تو شعر اینو ببینید چقدر ریبیرو کوتو زیبا میگه: سرزمین تو متبرک باد ای مرد بیگانه، که به سرزمین من آمده ای تا سعادتی را که بیهوده در دیار خود جسته بوده ای در اینجا بیابی. متشکرم. در این مکان من خوشبخت شدم، اینجا سرزمین ثروت و آبادانی است، در اینجا من قوی، ثروتمند و خوشبخت شدم. ای مرد بیگانه متشکرم، در دیار تو فرزندان من سرگرم زندگی هستند، نوادگانم روزی در اینجا متولد خواهند شد. در اینجا چشمان من هرچند سرشار از خاطرات سرزمینم بسته خواهند شد. خداوند به سرزمین تو تبرک دهد. مرد بیگانه بار دیگر تشکر می‌کنم. میدانم که هرچه میگویی حقیقت است، ولی افسوس به من بیاموز که کدام راه به دیار تو منتهی میشود. مرد بیگانه بگو کدام راه، قصد رفتن دارم، قصد دارم از اینجا بروم. مرد بیگانه من نیز میل دارم خوشبخت شوم. خیلی ممنون. هر کسی یک جایی دنبال خوشبختی میگرده و مهم اینه که آدم ها تجربه کنند. بله. من برای تجربه کردن به نزد شما میایم و شما از تجربه کردن های من تجربه کسب میکنید. بله. این اتصال آدم ها در مثلا در این موضوع مهاجرت که موضوع دردناکی میتونه باشه، اما از این منظر که شما گفتید حرکت به سوی یک جامعه متحد صلح‌آمیزه. بله. بله، مهاجرین در این خیلی نقش مهمی خیلی دارد. نقش مهمی دارد. چقدر خوب بود. چقدر شعر برزیل رو هم امروز کردیم. اونقدر که شما کتاب جلوته و از هر کدوم یه دونه خوندم. ما آره. 20 تا 30 تا برنامه با همین بسازیم. آره. با همینا فقط. باز بخون برام. باز شعر بخون. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنونم. ببخشید. میدونم هم تو دوست داری شعر بخونی، اما دوست داریم که تو شعر بخونی. خیلی ممنونم. استاد کاکاوند ببینید، مثلا نرودا ببینید ما رو کجا میبره. آخه مگه میشه اینطوری شد؟ مگه میشه اینطوری شعر گفت؟ ریتسوس این کارو میکنه، نرودا میکنه. به هر چیزی به ریتسوس بده از توش میتونه شعر در بیاره. میگه که تو شانه‌ات را در قطار جا گذاشتی، پس به من فکر میکردی. الان را برداشتم، موهایم را شانه کردم و در زیر شعر پنهانش کردم. حالا میخواد پیدا کنی با شاعر بشی، با شعر بفهمی. اون وقت میتونی اونو پیدا کنی. یا مثلا میگه که ریتسوس عجیب غریب هن اینها، در مورد یک شهیدی صحبت میکنه که افتاده و تو کوله پشتیش هیچ چیز نیست، میگه جز یک قاشق و یک کاسه چیز بیشتری در کوله پشتی او نیست. به او نخند، او اگر پشیمان میشد تو هیچگاه نمیاموختی. چه حرفی؟ ببینید اصلا کنم، بعضی از مصرع ها اینا فلسفه بشری هن. مثال دارم میگم، تو ادبیات خودمون از اینا فراوان داریم. مصرع مصرع بیت بیت. مثلا نظام میگه تو چطور بزن دشمنت میتونی بشناسی؟ میگه دوستی هر که ترا روشن است چون دلت انکار کند دشمن است. لازم نیست تو بری جای دیگه بسنی. وقتی قلبت میگه نه حتی اگر کلی سند داری برای اینکه بله، هرکس فکر میکنی حتی جهانم میگه حتی، ولی دلت میگه نه نه. بله. وقتی قلبت میگه از تو نزدیکتر به هیچ کس نیست، وقتی اون میگه من نه. نرودا میاد در مورد سنگ شعر میگه، سنگ های آسمانی. بله. ترجمه بی نظیر فؤاد عزیزم، فؤاد نظیری عزیزم. استاد کاکاوند ببینید آخ مگه میشه اینطوری شعر گفت و اینقدر زیبا ترجمه کرده فؤاد عزیزم اینا. بح بح بح، چقدر خوبه شعر هست. یه شعر بخون که بتونیم دل بکنیم از اتون. قربونتون برم. بح بح، چشمان زود تمام میخونم. کوتاه میخونم. ببینید، مربع فراز می آید به بلور، از تقارن خود باژگونه میگردد کانی ها رو. ببینید خب چطور
تو رفتی شعر از کجا پیدا کردی؟ مربع به فراز می آید به بلور و از تقارن خود باژگونه می گردد. هر که در بازه های خاک بکشاید در ژرفنای ظلمت زلال و تمام باز می یابد چراغ روشن سامانه درخشان را. مکعب نمک انگشتان سه گوشه در کوهی آب ردیف بندی الماستانه ها هزار توی گوگرد و گوتی که بشکوهش تکثیر راست گوشه ها در اندرون هسته یاقوت نیلگون. این همه را به زیر خاک میبینم هندسه مدفون مکتب نمک نظام آتش. خب مگه میشه اینطوری بابا؟ تو هیچ اینجا نبود بابا، تو علم رو کردی شعر تقوی هندسه مدفون. دقیقا. خب چقدر جهان باید لذت ببر از اینکه شاعر وجود داره، از اینکه شاعر منو برد جایی که من اصلا فکرشو نمی کردم. چقدر شعر میتونه زیبا باشه، خستگی رو از تن من در بیاره. و چقدر دانایی پشت این لحظات شاعرانه هست. دانش داره پشت این. ما درسته اون لحظه شهودی رو مبنا قرار میدیم برای شعر، اما پشتوانه دانایی انگار اصلا نمیشه کنار گذاشتش. باید شعور کنار این شهود باشه. بله استاد کاکبند، ببخشید، یه کتابی داره به نام پرسش ها، توی اون شاعر فکر نمی کنه اصلا نردا هست. من بزرگ میگه اصلا مسخره تر از این مگه چیزی که من نردا باشم اصلا؟ مگه آیا در جهان احمقانه تر از این که هست که یکی نردا خوانده شود؟ اینطوری میگه توی کتاب پرسش ها. سوال های کودکانه از جهان میکنه و این کودکیش اینو نجات میده، چون شاعر اگر بزرگ بشه میمیره، هنرمند اگر بزرگ بشه میمیره. تو کتاب ها میگه، تو کتابش میگه که کجا میتواند بدود مرد کوری که با زنبورها دنبال میشود؟ هندوانه به چه میخندد وقتی به قطر میرسد؟ آخ آخ، چه کشف قشنگیه، چقدر کشف باشکوهی. آیا در جهان چیزی غمگین تر از قطاری هست که زیر باران ایستاده است؟ خب من فکر میکنم که من بعد از این گفتگو حتما میشینم پای صحبت اردشیر رستمی، لذت رو ادامه خواهم داد. جای شما هم خالی باتون لحظات. سپاسگزارم از تو اردشیر رستمی عزیز و شعرهای قشنگ خوندی. با هزاره شعر همچنان همراه ما باشید. حال خوب ما در هزاره شعر در مواجهه با شما و شعر زیبای فارسی، شاید با خواندن بخشی از شعر بلند صدای پای آب سروده سهراب سپهری کامل بشه. پیش از اینکه بخش کوتاه از این شعر زیبا رو براتون بخونم، این نکته عرض کنم. بسیاری معتقدن که فرق شعر و ادبیات با کلام معمول اینه که جملات خبری که در شعر ما باش روبرو میشیم قابلیت راست یا دروغ بودن ندارن. نمیشه بگیم آره راست میگه. اما وقتی خارج از شعر ما یک جمله خبری به کار میبریم، میتونیم صدق یا کذب دربارش به کار ببریم. برای همین معیار ارزش گذاری به یک اثر ادبی رو یک از معیاراش همینه. مثلا وقتی سهراب میگه اهل کاشانم، هنوز شعری اتفاق نیفتاده، چون میتونیم بگیم آره راست میگه، اهل کاشان بوده. پیشه هم نقاشی است، باز هم شعر نیست، چون واقعا پیشش نقاشی بوده. از اینجا میشه شعر که گاه گاهی قفسی میسازم با رنگ، میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود. وارد مقوله شدیم که نمیشه گفت راست یا دروغه، یک تخیل، یک حال، یک دریافت شاعران است. بخشی از شعر صدای پای آب رو براتون میخونم که سهراب از کودکی‌هاش صحبت میکنه و از پدر، بسیار هم شاعرانه. اولش همونو که عرض کردم، اولش شعر نیست، بعد وارد شعر میشه. پدرم نقاشی میکرد، تار هم میساخت، تار هم میزد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود، باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه، باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود.
میوه کال خدا را آن روز می جویدم در خواب. آب بی فلسفه می خوردم، توت بی دانش می چیدم. تا اناری ترکی بر می داشت، دست فواره خواهش می شد. تا چلویی می خواند، سینه از ذوق شنیدن می سوخت. گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید، شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت. فکر بازی می کرد، زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود، یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک‌ها. بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سبک بیرون، دلم از غربت سنجاقک پر. خدا نگهدار. آرامم نیست به خدا، دلتنگم دلتنگ از تو که چرا نرسد به تو، از غم من خبری که نماند اثر از من در همه من خبری که نماند سر از من دارم.